از ابتدای سال جدید علی‌رغم تمام توصیه‌های مسئولان بهداشتی کشور به سفر نکردن، عده‌ای از هموطنان بدون توجه به این مهم بار سفر بسته و روانه گوشه و کنار کشورمان شدند. به طوری که از ابتدای طرح نوروزی پلیس را 125% ما ورودی‌های استانمون افزایشی بوده و حدود 115% بحث خروجی به استانمون افزایشی بوده. اینو نسبت به سال 98 که ما مقایسه کردیم فقط 3% ما کاهش سفر داشتیم نسبت به 98 که بحث کرونا نبوده. با توجه به اینکه مراجعات بیماران کرونایی به مراکز درمانی در ماه‌های اخیر تعداد کمی داشته و روند کاهشی را دنبال می‌کرده است، اما متأسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش 50% مراجعات سرپایی به بیمارستان‌ها هستیم. الان میگن باز بدتر شده، در کم کمی بیشتر میشه. الان که علتش چیه به نظر شما؟ خب علتش این مردم رعایت نمی‌کنن، هیچ اکثر مردم ماسک ندارن، تو خونه بمونن رعایت کنن، اگرم جای خواستم برن جای شلوغ ترجیح نرن، یه جای خلوت برن و مسافرت نرن بهتره. یه نفر با ماسک، یه نفر بی ماسک، چرا نزدید ماسک؟ نه ماسک الان هم یان دارم. من وقتی ورزش میکنه نه ورد ماسک بزنی، وقتی میدویدی نه ورد ماسک بزنی. وقتی تعداد مراجعه کننده سرپا افزایش پیدا میکنه، هفته های بعد ما منتظر بستری شده های بیشتر هستیم و خب متاسفانه ممکنه خب شاهد فوت های بیشتری هم باشیم. الان علامت هشداریه که به همه مردم داده میشه. ما الان تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های سرپایی، درمانگاه ها، مطب ها بسیار افزایش پیدا کرده، مخصوصا افرادی که اومدن سفر بدون رعایت پروتکل ها. شادی های مان را تا زمان مهار کرونا در آینه فضای مجازی با هم تقسیم کنیم و دید و بازدید های نوروز را در این فضا به نظاره بنشینیم. ما نزدیک 13 بداریم، اگه بشه که رفت آمدا کم بشه، سفرها که میشه، ما هم سفرهای درون استانیمون هم زیاده متاسفانه، اونا رو اگه بتونیم کم کنیم یک ماه دو ماه دیگه مطمئنن آمار خیلی پایین تر میاد. هر چقدر انسان به نظر من بخواد توصیه کنه فایده ای نداره تا شخصی خودش نخواد از درون خودشو تغییر بده و احساس مسئولیت بکنه، چه نسبت به خودش و خانوادش به متقابلا نسبت دیگران میتونه احساس مسئولیت داشته باشه. به گفته کارشناسان بهداشت و درمان، فعلا تنها راهکار مفید مقابله با این بیماری استفاده از ماسک و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی است. میزان مشارکت مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در چند ماه گذشته به پایین‌ترین سطح خودش رسیده و این موضوع زنگ خطری جدی برای اوج‌گیری مجدد کرونا است. حواسمون باشه کرونا زمینگیرمون نکنه. احسان سنگچولی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.